هر جوونی رو رسول خدا میدید، میدید که ایمانش خوبه، میفرمود پول بلدی در بیاری، حرفت چیه؟ طرف میگفت من حرفه‌ای ندارم. رسول خدا میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد با همه اعتقادات دینی و اخلاق خوبش. سقط من عینی، از چشمم افتاد. عشق به تولید ارزش افزوده که میتونیم اسمشو خلاقیت یا حتی خالقیت بگذاریم، باید هر کسی هر جوری میخواد زندگی کنه، من نمیدونم، هنر تولید ارزش افزوده داشته باشه، تو زمینه مال، تو زمینه علم، تو زمینه کار خدماتی، تو زمینه هر چی، ما باید سرگرم لذت بردن از خلق اثر باشیم. حرفت چیه؟ چه ارزش افزوده ای رو تولید کردی؟ خاک بر سر جامعه ای خواهد شد که از خلق یک اثر لذت نبرن جووناش. بعد از چی میخوان لذت ببرن؟ از هرزگی، از مد و قیافه، از مد و قیافه. حرفت چیه؟ باید هر کسی هنر تولید ارزش افزوده داشته باشه. هنر تولید ارزش افزوده داشته باشه. شما شنیدید که من کتاب شهید ابراهیم هادی رو تبلیغ میکردم؟ بله؟ یه روز باباش از خونه بیرونش میکنه ظهر، باش دعواش میشه، برو دریا جلوشش، من ظهر باید بیاد خونه بچه نهار بخوره، دبیرستانیه، بعد دیگه نمیاد و شب و آخر شب دم در آروم در میزنه، نه راش میدم بیا تو. چیکار کردی زهر؟ حالا کجا بودی؟ زهر تا حالا تو بازار بار بردم، اینقدر پول در آوردم، اینو غذا خوردم، اینم بقیهش بابا. این آدمه، این عارف میشه، نرفتی لبازی، آفرین. چه ارزش افزوده ای رو تولید کردی؟ چه ارزش افزوده ای رو تولید کردی؟ میگه یه پولی به امام صادق علیه السلام رسید، من اونجا بودم، تا پول رسید بلا فاصله یه نفر رو پیدا کرد گفت باش کار کن. دوست ندارم پول راکت بمونه، پول باید افزایش پیدا کنه. بعدم صدا زد خدایا من پول پرست نیستم، ها، به خاطر اینکه تو دستور دادی انسان باید نعمات تو رو، فوایدش رو زیاد بکنه، این کارو کرد. خانوما تو خونه چیکار میخوام بکنم؟ اصلا میشه مسجد باشه در کنار مسجد یه غرفه‌ای نباشه، یه خونه‌ای وقف مسجد نکنن برای اینکه خانومای محل دور هم جمع نکنن یه کار تولیدی انجام بدن؟ این مسجده به نظر شما؟ تو روایات شما به عنوان امام جماعت که کتاب میخونی ننوشته بود که بیکاری فساد میاره؟ بیکاری اشکال نداره، نهی از منکر نمی کنیم، زمینه برای رفع بیکاری نمی کنیم، بعد هی میگیم گناه نکن، نمیشه که. این تولید ارزش افزوده ناموس خلقته. چه ارزش افزوده ای رو تولید کرد؟ آمار گوشی های اندروید با آخرین امکانات تو کشور ما یکی از بالاترین کشورهای جهانه، خبر وحشتناک. برای چی استفاده میکنه؟ جوک میبینه توش. این همه که با لپتاپ و موبایلت بازی کرده بودی، رو تولید نرم افزار کار کرده بودی، الان یه درصدی از سهم بازاری که هند با تولید نرم افزار تو جهان داره مال تو بود. دشمن ارزش افزوده چیه بگید؟ زندگی کارمندی، طرف درس میخونه، هی آگاهی تو ذهنش پر میکنه بره یه جایی کارمند بشه، اونجا پول بگیره. چرا بسیاری از کارمندان ما در ادارات که باید تسهیل کننده کار و کسب و تولید باشن، چرا سنگ میندازن سر راه؟ چون اینا در طول زندگیشون کار نکردن، پول در نیاوردن. از کارخونه دارها بپرسید، زار میزنن از دست ادارات دولتی، زار میزنن، دم همه رو باید ببینن تا بتونن خط تولیدشون رو نگه دارن. رشوه میگیره، رحم نمیکنه، چون اینا در طول زندگیشون کار نکردن، پول در نیاوردن. 120 یا 121مین کشوریم در جهان در سختی کسب و کار. ننگ برای امت اسلامی، ننگ برای مجلس شورای
اسلامی ننگ برای آموزش و پرورش و حوزه های علمیه و دانشگاه های ما که سخت در این کشور باشیم در کسب و کار، ننگ برای خانواده های مذهبی، ننگ برای هیئت‌ها و مسجدها. این عشق به تولید ارزش افزوده که میتونیم اسمشو خلاقیت یا حتی خالقیت بگذاریم، باید هر کسی هر جوری میخواد زندگی کنه، من نمیدونم، هنر تولید ارزش افزوده داشته باشه، تو زمینه مال، تو زمینه علم، تو زمینه کار خدماتی، تو زمینه هرچی. ما باید سرگرم لذت بردن از خلق اثر باشیم.